مثلا من میگم که مثلا مثبتش میگم I could have stayed up late. میتونستم بیشتر بیدار بمونم. برای مثلا فرض شب که فرداش مثلا تعطیل هستم هر چیزی، میگم میتونستم بیدار بمونم، این امکان برای من وجود داشت. ولی وقتی میگم could، یعنی این کار بوده امکانش ولی من این کار رو نکردم، از این امکان استفاده نکردم، معنیش اینه که انجام نشد همچین چیزی. و خب مثلا I could have stayed up late but I decided I would go to bed earlier. I decided to go to bed earlier. ولی تصمیم گرفتم زودتر بخوابم، حالا فردا به فلان چیز برسم. حالا هر چیزی اون دیگه بقیه جمله میتونه باشه. من میام این رو حالت مثبت میام. ولی مثلا منفیش، منفیش این که آقا امکان یک چیزی در پیش اصلا وجود نداشت. مثلا من میام میگم که من فلان ساعت از کجا تعطیل میشم، بعد از اونجا تا اونجا هم انقدر راه هست و نمیدونم اینجا من از این زودتر نمیتونستم برسم در گذشته. من میام شرایط رو مثلا دارم توضیح میدم، میگم از این پیش، از این پیش از این من زودتر از این من نمیتونستم برسم. I couldn't have arrived شده سبون. I couldn't have arrived earlier. I couldn't have arrived any earlier. از این زودتر نمیتونستم برسم یا زودتر نمیتونستم برسم. اوکی؟ اون هم امکان چیزی در گذشته وجود نداشته، خب و صورت هم نگرفته. من میرسم میگم I couldn't have arrived earlier، یعنی از این زودتر نمیتونستم برسم. از این زودتر رسیدم یا نه؟ خب نه، نرسیدم. یعنی این رو هم دوباره معنی اون برعکسش رو هم در جمله داریم. پس هر کدوم از جمله هایی که حالا ما میسازیم میتونیم به حالت منفی هم داشته باشیم، با should هم، باز به همین ترتیب با should هم من میتونم حالت مثبت که دارم منفی هم داشته باشم. نمونه مثلا چی؟ مثلا میگم به یه نفر میام میگم که من اون سری خیلی بد گیر دادم، من نباید این کار میکردم، یا مثلا خیلی نباید دست میکردم باهات، مثلا پشیمانیه. اوکی، دوباره مثلا همون گفتیم چیز بهتر این بود که اینجوری باشه و چیز بهتر اینه که چیزی نبوده باشه. مثلا اون دعوا، میام میگم که I shouldn't have argued that night. نمیدونم هر چیزی، حالا جمله هر چیزی که هست، I shouldn't have argued، یعنی آرگیو شده، آرگیو انجام دادم، دعوا کردم، بحث کردم و نباید این کار رو میکردم. باز ابراز پشیمانی، ابراز ندامت که این نباید میبود اما بوده و کارش نمیشه کرد، گذشته. داریم برمیگردیم گذشته، به گذشته نگاه میکنیم. به این ترتیب از should not و دوباره have و دوباره شکل سوم فعل هم میتونیم استفاده کنیم و این ساختار هم کاملا درست هست. و دوباره برای would هم همین حالت، would not have done something رو بیاریم و باز این یکی حالت تخیلی رو داره، تصوری که ما خودمون توی اندیشمون بهش رسیدیم، نشستیم شرایط رو چیدیم که اینجوری اگه بشه اونجوری میشه و بعد میرسیم به این که اینجوری نمیتونسته باشه. اوکی، اون هم باز دوباره همین ترتیب. نمونه پیدا کنم براش، مثلا میگم که اگر شما فلان کس به من معرفی نکرده بودی، من به این فلان چیز هیچ وقت نمیرسیدم. خب این معرفی صورت گرفته اما منم به اون چیز که مثلا مد نظرم هست رسیدم، اما اگر اون نبود این هم نمیشد. و میگم که اگر شما اون رو به من معرفی نمیکردی، اگر شما منو با فلان کس آشنا نمیکردی، I wouldn't have reached this position. نمیدونم that post، هر چیزی، من به اون موقعیت، به اون پوزیشن نمیرسیدم و میام اون رو بهش رسیدم اما دارم بهش فکر میکنم که مثلا اگر اونجور بود اینجور بود این نمیشد. به هر حال مثبتش و منفیش رو شما میتونید توی جملتون داشته باشید، جمله رو بسازید هر شکلی که میخواید. فقط میدونید کدوم فعل الان باید حالت نات رو به خودش میگیره. منفی کردنشون با گرفتن نات، اونم روی فعل کمکی ما هست و فعل کمکی من تو این جمله ها چی هست؟ should، would و خود could. پس اینها هستن که نات رو میگیره.